ببینید آقای وایزی، من اون تیم رو یک تنه مدیریت می‌کردم. هیچ کس از هیچ کجا هیچ کمکی به ما نکرد. وقتی یه نفری مسئولیت همه چیز رو به عهده میگیره، طبیعیه که خب بقیه نگاه میکنن میبینن کار داره انجام میشه و براشون هم مهم نیست. بله. وقتی که شما خودتون رو کنار میکشین، آدما باید بیان جلو مسئولیت بپذیرن. و بعد از رفتن من برای تیم پارس جمع این اتفاق خوشبختانه افتاد. حالا آدمای زیادی اومدن و دارن سعی میکنن به تیم کمک بکنن، چون آدمی که قبلا یه نفری همه کارا رو میکرد دیگه نیست. بنابراین من فکر میکنم از این حیث تیم پارس جمع اتفاقا سود کرد. و حالا آقای افضلی ببخشید میرم کلمتون وارد میشم، وضعیت پارس جنوبی جمع که خب شما که قطعا بهتر از من میدونستی، یعنی قبل از ورود به این تیم چیز جدیدی نیست که مثلا کمک نمیشه، حتی آب معدنی نداشتن. دورانی که فراز کمالوند با این تیم گذروند و در حال شرایطی بود که به عنوان یک مربی حرفه‌ای قطعا قبل اینکه ورود کنید میدونستی، درست میگم این رو؟ بله من میدونستم که شرایط چجوریه، ولی اولا این مسئله خیلی طولانی شد به خاطر اینکه یه تایم 2 یا 3 ماهه وقت افتاد بین مسابقات. مسئله بعدی که هست اینه که به ما قولهای زیادی دادن که یه سری کارها رو انجام میدن و این اتفاق نیفتاد. من باید برم با بچه ها، شما هر روز با آدم هایی که حق و حقوقشون رو ندادن باید سر و کله بزنید. این کار بسیار سختیه. بعد از یه مدتی وقتی شما از طرف کسای دیگه ای میایید به بچه ها قول میدین و اتفاق نمیفته، شما هم پیش بچه ها اعتبارتون از بین میره. به غیر از این چیزی که خیلی خیلی کار من رو سخت کرد، این آخر سر بازی استقلال بود. خیلی مشکله که شما یه نفری بخواید سعی بکنید در علیه یک ساختار سیستماتیک به اصطلاح مبارزه بکنید برای اینکه حق تیمت رو بگیرید. و ما اونجا نیاز داشتیم واقعا که مثل همه جاهای دیگه بالاخره ما هم زود سازمانی داشتیم. درسته، من یه نفری را بیافتم جلوی همه ایران از تمام هواداره استقلال هر چی که واقعا نباید بشنوم بعد هیچ کس هم نباشه به ما بگه که خب منم آقای افضلی، منم حرفم همینه، میگم اومن افضلی که اون مصاحبه بلند بالا رو داشت بر سر در حال به درصد حد نصاب رسیدن بازیکن‌های کرانه‌ای استقلال و به قول خودتون خیلی از مثلا طرفدارای استقلال اومدن توی صفحات مجازی شما رو مورد لطف قرار دادن، من میگم این مربی با این شرایط چرا نموند از حق پارس جنوبی دفاع کنه و به یک بار مثلا دیدم که آقای وایزی زورم نمیرسه حق تیممو بگیرم. ببینید اون این شوره خادی کردن و فرار کردن نیست به نوعی، یعنی میخوام بگم ببینید من که طبعاتش هم پرداخت کردم خب، ولی مسئله اینه که یه جایی شما میرسی که فکر میکنی که بقیه باید متوجه بشن که باید سهم خودشون رو برده بگیرن. درسته. و وقتی من اومدم بیرون این اتفاق افتاد.